جمال الوجود بذكر الإله. اسلام و علم معاصر، تحقیقات علمی درباره پیدایش جنین. به نام عزت پاک، با عرض سلام و ادب و احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه نوبتی اسلام و علم معاصر. در این برنامه ما درباره پیدایش جنین در بطن مادر را دیده می برایم. الله سبحانه و تعالی درباره خلق کردن انسان چنین می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني البته ما انسان را از گیل خالص آفریدیم، سپس او را نطفه در جایگاه استوار قرار دادیم، یعنی در بطن مادر. آنگاه از آن نطفه لختخون آفریدیم و از آن لختخون پارگوشت و از آن پارگوشت استخوانها آفریدیم و استخوانها را با گوشت پوشانیدیم. باری دیگر او را آفرینش دادیم. سزاواری تعظیم از خداوند آن بهترین آفرینندگان. سوره مؤمنون آیت های 12، 13 و 14. عزیزان، ببینید خداوند آن حالت هایی که جنین از نطفه به لختخون و از لختخون به پارگوشت و از پارگوشت به استخوان ها تغییر یافتند و بالای این استخوان‌ها را گوشت پوشانیدن، درباره همه این یک تا سخن می‌کند. اکنون خود تصور کنید، 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم از کجا این را می‌دانست؟ در آن وقت تجهیزات‌های طبی نبود که این را مشاهده کند. پس مگر این معجزه‌ای نیست که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرده است؟ بله، این معجزه است، چون هیچ کس قادر نبود 1400 سال پیش این را بداند مگر الله مهربان. آن چیزی که درباره پیدایش جنین و تغییر یافتن آن که ما بیان کردیم، تنها در سال 1958 اولین مراتبه تجهیزات اوزی را به کار بردند که این گفته های الله سبحانه و تعالی را تصدیق کرد. و در اتحاد شوروی تجهیزات اوزی را تنها در سال 1980 به کار استفاده بردند. یکی از عالمان کانادایی با نام کیت لئون مور که متخصص علم امبریولوژی بود، وقتی که به عربستان سعودی آمد، او را درباره این آیت پرسیدند. او گفت که آن چی که در این آیت گفته شده است، این را علم امروزه تحقیق کرده برآمده است که این حق است و راست است. باری دیگر این عالم کانادایی در یکی از کنفرانس‌های علمی که در مسکو گذشته بود اشتراک کرد و او در برآمد خود گفت که آن چی که قرآن درباره جنین میگوید همش حق است و راست است. روزنامه نگار از او میپرسد: آیا شما مسلمان هستید؟ او میگوید: نه، من مسلمان نیستم، لیکن گواهی میدهم که قرآن از جانب الله و محمد پیامبر اوست. روزنامه نگار گفت: شما مسلمان شدید؟ او گفت: نه، حاضر من مسلمان نیستم. و اگر روزی که شما بشنوید که کیت مور اسلام را قبول کرده است، حیران مشوید.
Валерія Порохова, яке аз мутарҷимони Қуръони Карим бо забони русӣ, мегӯяд, ки вақте ки Кейт Мур ба Москва омад, ӯ ба хонаи ман ташриф овард ва китоби худро дар бораи илми эмбриология, яъне илми ҷанинашиносӣ, ба ман ҳадия кард ва ӯ гуфт, ки агар ман 20 сол пештар Қуръонро мехондам, ҷоизаи Нобелиро 20 сол пеш мегирифтам. хотиррасон мекунем, ки ин олим, ки мутахассиси илми эмбриологӣ буд, ба ҷоизаи Нобелӣ мушарраф гашта буд. Бародар ва хоҳари имониям, дар ин барнома мо дар бораи пайдоиши ҷанин ва тағйирёбии он дар батни модарро аз оятҳои Қуръон ва илми муосир дида баромадем. منتظری درس های آینده باشید. نوار را به یار و دوستانتان فرستانید. در کانال ما آبونه شوید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.